عناوین اصلی: واکنش آمریکا به حمله موشکی فرودگاه اربیل. احضار نماینده افشا کننده دناپلاس به هیئت نظارت. به کیوسک امروز خوش آمدید. درود بر شما یاران و همراهان همیشگی کانال کیوسک. در بسته خبری امروز دو موضوع منتخب روز رو برای شما تهیه کردیم. دعوت میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله موشکی به مقرهای ائتلاف بین المللی در استان اربیل اقلیم کردستان عراق را بررسی خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا افزود واشنگتن درباره هدف قرار دادن فرودگاه اربیل اطلاعاتی کسب کرده و اکنون در حال تحقیق درباره آن است. وزارت امور خارجه آمریکا اظهار کرد که تاکنون کاملا مطمئن نشده ایم که آیا خسارتی به کنسولگری و یا سربازان آمریکایی در آنجا وارد آمده یا نه. برخی منابع اعلام کردند که شامگاه چهارشنبه 3 فروند موشک به پایگاه نظامیان آمریکایی واقع در نزدیکی فرودگاه اربیل شلیک شد. یک مقام امنیتی به بغداد الیوم گفت که بخش‌هایی در نزدیکی فرودگاه اربیل مورد اصابت راکت قرار گرفت. همچنین کانال سابرین نیوز گزارش داد که دست کم 2 فروند راکت به پایگاه حریر آمریکا در اربیل اصابت کرده است و بالگردهای آمریکا در این منطقه به پرواز درآمدند. این گزارش می‌افزاید که سامانه‌های ضد موشکی آمریکا مستقر در این پایگاه نتوانستند با این حمله راکتی مقابله کنند. این در حالی است که تارنمای الاخباریه عراق تعداد موشک‌های شلیک شده به منطقه نزدیک به فرودگاه اربیل را 5 فروند گزارش کرده است. سازمان مبارزه با تروریسم نیز در اقلیم کردستان عراق فاش کرد که 6 موشک پرتاب شده از استان نینوا حوالی فرودگاه بین المللی اربیل فرود آمدند. در بیانیه این سازمان که در اختیار شفق نیوز قرار گرفته است، آمده که این موشک‌ها ساعت 8:30 شب از روستای شیخ امیر به سمت فرودگاه بین المللی اربیل پرتاب شدند. بر اساس این بیانیه، موشک‌ها در فاصله بسیار کمی از فرودگاه فرود آمدند و 2 موشک منفجر نشدند و هیچ تلفاتی به همراه نداشتند. هشت و شبی درباره حمله راکتی به اربیل بیانیه‌ای صادر کرد و گفت منطقه‌ای که راکت‌ها از آنجا شلیک شدند خالی و غیر مسکونی بود. فرماندهی عملیات نینوا در هشت و شبی در بیانیه‌ای اعلام کرد اظهار نظرها و مواضع صادره در خصوص عملیات شلیک راکت‌ها در اربیل را دنبال کرده است. در این بیانیه آمده است در حالی که نسبت به برخی واکنش‌های عجولانه اظهار تأسف و تعجب می‌کنیم، می‌خواهیم این مسائل را روشن کنیم. منطقه‌ای که از آنجا راکت‌ها به سمت اربیل شلیک شدند، منطقه‌ای خالی و غیر مسکونی بوده و در مثلثی واقع شده که ارتش، نیروهای هشت و شعبی و نیروهای پیشمرگ آن را محاصره کردند. فرماندهی توضیح داد تحقیقات درباره رویداد مورد نظر را آغاز کرده و دوربین‌ها برای اطلاع از اینکه خودروی حامل راکت‌ها از کجا آمده بود بررسی می‌شود. همچنین فرماندهی آمر تیپ 38 شوی پیگرد و تحقیقات درباره شلیک کنندگان راکت‌ها را شروع کرده و مکانی که خودرو از آنجا حرکت کرده اعلام خواهد شد. در ادامه این بیانیه آمده است دستوراتی از سوی مقامات عالی رتبه برای بازداشت فرمانده نیروهای مسئول منطقه‌ای که راکت‌ها از آنجا شلیک شدند صادر و تحقیقات فوراً شروع شده است. دیروز هم سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای به حمله موشکی در پایتخت عراق واکنش نشان داد و بار دیگر شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را بزرگترین عامل بی‌ثباتی در عراق دانست. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 8 مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ما از حمله موشکی روز گذشته در بغداد که منجر به کشته شدن غیر نظامیان از جمله یک مادر و فرزندانش شد. خانم اورتگاس در بیانیه گفته است ما با مردم بیگناه عراق و خانواده های آنها که بار دیگر قربانی چنین اقدامات بیرحمانه خشونت آمیزی شده اند ابراز همدردی می کنیم. مردم عراق سزاوار زندگی در امنیت و ایمنی هستند. در این بیانیه همچنین آمده است ما از مقامات عراقی می خواهیم فوراً برای پاسخگو کردن عاملان
انجام این حمله اقدام کنند. ما پیشتر نیز تاکید کرده بودیم که اقدامات شبه نظامیان قانون شکن مورد حمایت ایران همچنان بزرگترین عامل بازدارنده ثبات در عراق است. این شبه نظامیان برای همه در عراق از مقامات و اماکن دیپلماتیک گرفته تا فعالان و خانواده های عراقی تهدیدی غیر قابل قبول محسوب می شود. همزمان با افزایش حملات موشکی در بغداد، رسانه‌های خبری روز یک شنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی و عراقی گفتند که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به رهبران عراق هشدار داده است اگر برای توقف حملات به مراکز نظامی و دیپلماتیک آمریکا کاری نکنند، سفارت آمریکا تعطیل خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به این گزارش اعلام کرده بود که اقدامات شبه نظامیان قانون شکن مورد حمایت ایران همچنان بزرگترین مانع برقراری ثبات در عراق است. یک روز پس از مطرح شدن ورود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به افشای واگذاری خودروی دناپلاس توسط نماینده تهران، یک نماینده مجلس گزارش‌ها درباره امکانات رفاهی نمایندگان را سناریوی مخالفان نظام خواند. حسین نوشابادی نماینده مجلس روز چهارشنبه 9 مهر ماه در تذکری گفت هجمه‌های اخیر رسانه‌ای در فضای مجازی علیه مجلس در چارچوب پازل و سناریوی مخالفان نظام و بدنام کردن قوه مقننه و بدبین کردن مردم نسبت به مرکز تصمیم گیری قانونگذاری نظام انجام می شود. او اضافه کرد اختصاص برخی امکانات محدود رفاهی که در چارچوب مقررات مجلس برای انجام وظایف نمایندگان در نظر گرفته شده و در همه ادوار مجلس متعارف بوده و خواهد بود، نباید افکار عمومی جامعه را از مشکلات اصلی کشور غافل کند. پیشتر تحویل قسطی و زیر قیمت بازار خودروی دناپلاس با ارزش 600 میلیون تومان به نمایندگان مجلس ایران با واکنش گسترده شهروندان و فعالان رسانه‌ای حامی حکومت در رسانه‌های اجتماعی روبرو شد. روح الله عزتخواه نماینده تهران در پست اینستاگرامی از تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان خبر داده بود. در همین حال سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که این هیئت به اظهارات عزتخواه ورود می‌کند و جلسه‌ای با حضور او خواهیم داشت. موسی قزنفر آبادی گفت که به دلیل انصراف تعدادی از نمایندگان از تحویل این خودروها 110 میلیارد تومان به مجلس زیان وارد شده است. او تاکید کرد طبق گفته هیئت رئیسه با این طرح 110 میلیارد تومان در هزینه های مجلس صرف جویی می شد، اما فقط جو منفی ایجاد کردند و در این هیاهو کسی حرف حق را نتوانست مطرح کند. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران ضمن حمایت از تحویل خودروهای 500 میلیون تومانی دناپلاس به نمایندگان گفته بود برخی نماینده ها از دریافت آن انصراف دادند، اما روی کارایشان تأثیر منفی می گذارد. فرهنگی گفته بود 180 نفر از همکاران ما در مجلس 11 هم سابقه نمایندگی نداشتند و اینها خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه های انتخابی در اختیارشان نیست. در ابتدای مجلس نیز موضوع پرداخت 200 میلیون تومان به نمایندگان برای رهن خانه خبرساز شده بود. مجلس اعلام کرده که در حال ساخت خانه های سازمانی برای نمایندگان است. در همین حال روزنامه شرق در گزارش خبر داده بود که نمایندگان مجلس حاضر به زندگی در این خانه های سازمانی نیستند. این روزنامه نوشت برخی منابع میگویند که نمایندگان مجلس مایل به حضور در خانه های سازمانی نیستند، زیرا معتقدند با حضور دوربین های مدار بسته حریم خصوصی آنها رعایت نمی شود و بنابراین تمایلی به اقامت در این خانه ها ندارند. پیش از این خبرگزاری تسنیم خبر داده بود که علاوه بر پرداخت 200 میلیون تومان به نمایندگان مجلس، 300 میلیون تومان نیز به آنان وام داده شده. این خبرگزاری با محاسبه این ارقام نوشته بود که نمایندگان باید تا پایان مجلس 11 ماهیانه بیشتر از 17 میلیون و 800 هزار تومان قسط پرداخت کنند، در حالی که حقوق ماهانه آنها 11 میلیون و 600 هزار تومان است. مجلس همچنین پس از واکنش‌های گسترده تحویل 1500 واکسن آنفولانزا به بهداری اعلام کرد که این واکسن‌ها به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بازگردانده می‌شود. با این حال شرکت بهستان پخش نیز که واکسن آنفولانزا را در اختیار مجلس قرار داده، در ضوابط همکاری خود پس دادن داروهای یخچالی پس از تحویل آنها را غیر ممکن اعلام کرده است. سپاسگزارم از اینکه امروز هم با کیوسک همراه بودید. دعوت میکنم اگر مایل به حمایت از کیوسک هستید، ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و اگر هنوز در کانال ما مشترک نشدید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال کیوسک شوید.
تا فردا خدا نگهدار.